همه سال با فرا رسیدن ایامی کار خیاطان در شهر کابل رونق می گیرد. اما امسال برخی از خیاطان در شهر کابل می گویند که نسبت به سال قبل فرمایشاتشان کمتر شده است. سابق که بود کاروبار یک ذره نسبت به حال خوبتر بود. حالا فعلا کس به خاطر که پانتونا بسته است، دوائر دولتی زنها اجازه کار ندارند، بسته است، کاروبار ضعیف شد نسبت به وقت. و در حساب مثلا مواد خیاطی خرچکار یا کس قیمتش هنوز بالا رفته و اجوره مثلا اجوره که سابق بود یک چیز هنوز کمتر شده از سابق کده دیگه. اجوره که سابق میدن حال مردم به خاطر که کاروبار نیست دیگه نیست، کار کم است. در حساب کار مثلا سابق که بود در شواهد کار زیادتر بود دیگه، حالا فعلا کس کار بیخی ضعیف شده دیگه، بیخی کم است. همه سال شهروندان به ویژه مردان حتی قبل از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تکه خریداری و برای دوخت به خیاطان میبرند و برخی اوقات در نیمه این ماه خیاطان فرمایش را نمیپذیرفتند. هو اخ روزانه تا 20 جوره و 15 جوره میشه، تا 5 جوره و 6 جوره قسم میشه، چون وقت تعداد ما تا 5 نفر بود، تا 2 نفر هستیم. سال قبل خود تو بود که تا 15 را بعد از او دیگه کار نمیگرفتیم، مال تشویده میگیریم، چون زیاد تفاوت آمده به خاطر کاروبار کم است. امسال دیگه تا 100 جوره شده، دیگه سالا تا 300 و 400 میشد در این وقت. امروز 18 ماه مبارک رمضان است، اما برخی خیاطان از کاهش فرمایشاتشان نسبت به سالهای قبل سخن میزنند. نظر به سالهای قبل کارهای ما کمتر شده، یعنی جمع جوشه که سالهای قبل بود فعلا نیست. زیادتر اکثرا فکر میکنم مردم ماه در اقتصادشان پایین آمده و پول ندارن دیگه، حتما لباس نکردن تا فعلا شد و تقریبا تا بال 100 جوره اگه دوخته باشیم. عبدالطاهر فرزان مالک رخت فروشی و خیاطی طاهر چکری در مکرویان سیوم شهر کابل به آژانس خبری پژواک گفت امسال نسبت به سال قبل فرمایشاتشان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. موصوف میگوید که سال قبل تا این وقت ماه مبارک رمضان بیشتر از 100 جوره لباس فرمایش می داشت، اما در این ماه مبارک رمضان تا امروز کمتر از 20 جوره فرمایش را دریافت کرده است. نظر به سال گذشته امسال کارهای ما بسیار کم است. سال گذشته همه قدر نبود، در دوران حکومت طالبان و امارت اسلامی بود و قبلا در حکومت دیگه خوب بود. خب امسال فکر میکنیم که فیصدی یعنی 50% کار ما کمتر شده. ما قبلا در این وقت رمضان که می بود یک 100 جوره داشته می بودیم و امسال زیاد داشته باشیم 20 جوره دیگه. از این خاطر کارهای ما امسال کم است و مردم هم بسیار غریب شده، میان سر قیمت بسیار تا و بالا میکنه که 100 کم کو 50 کم کو. سابق تکه ما زیاد فروخته میشد، امسال تکه بسیار کم فروخته میشه. اگر سابق 10 جوره در روز فروخته میشد، امسال 2 جوره 1 جوره بعضی اوقات هیچ فروخته نمیشه دیگه. کار ما بسیار کم شده. ما قبلا 4 شاگرد داشته می بودیم که از جلال آباد می آمدن و امسال شاگرد بیرونی هیچ ندارم، یک دو تا سه تا بچه یک ما شون امام رایم کار میکنن و بس، شاگرد بیخی نداریم از بیرون. اسدالله خیاط در منطقه بارستان شهر کابل از جمله خیاطانی است که میشه بیشترین مشتریان را دارد. کاروبار ما بامیدی کاروبار و سابقه بود و طوری نیست، تقریبا در 100% یک 70% 65% کار ما میشن، چون که پیراندومان زیاد هم شده در سابق کده، بخاطر از اینکه اگر در رسمیت دفترم بگیرد پیراندومان پوشده میشه، مردم هم هم اگر بگوی پوشده میشه دیگه، کار ما کم زر کم شده نسبتا در سابق کده. اکثرت مردم بیکار شدن، ماش ندارن که مثال سابق بود هر کس ماش داشتن، کار داشتن، وظیفه داشتن، می آمدن کالا جور میکردن. حالا اون مردم که میاد سابق که میاد یک نفر میاد 3-4 جور جور میکنه، حالا یک جور در سال یک پیره جور میکنه. در همین حال عبدالحبیب یک تن از مشتریان خیاطی اسدالله میگوید این میجا که پیش این خیاط آمدیم، یکی از دوستای ماستن دیگه، بخاطر کالا جور کردن به خاطری هم دیدیم دیگه، همه بیگه انتخاب میکنیم ببینیم که چه که تکر انتخاب کنیم به خاطری اید. همراه از دکاندار تقریبا 15 سال میشه که من مشتری از این یادم هستیم و می این پیش از یادم دائم پیش از کالا جور میکنیم مرات میکنه. خب هر قدر که از توان از دکاندار باشه بر ما مرات میکنه.
قابل ذکر است که مسلمانان در یک سال دو عید، یعنی عید سعید فطر و عید سعید اضحا دارند. افغان ها برای تجلیل از این دو عید در کنار آماده کردن برخی خوراکه های متنوع لباس های جدید می سازند و در ایام عید به خانه های یکدیگر می روند. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.